نوعی با داروی توی این فرایندهایی که داروی ما داره میچرخه به نوعی باهاش سر و کار داره، میشه اند یوزر ما. درست شد خانم دکتر؟ خواهش میکنم. و حالا بریم ببینیم چجوری اینا رو باید در نظر بگیریم. یک سری دیگه، یه مسئله دیگه هم این هستش که محیطی رو که داروی ما داره مصرف میشه، فاکتورهای محیطیمون هم مهم هست. یعنی اولا محیطی که دارومون میخواد توش ذخیره بشه یا ادمینیستر بشه یا مصرف بشه رو حتما ارزیابی بکنیم. یعنی حواسمون از اون اول بهش باشه که داروی من آیا بخواد بره تو بیمارستان، به هر حال محیط بیمارستان مسائل خاص خودش رو داره، آیا توی مطب پزشکا مثلا میخواد مصرف بشه. فرض بفرمایید مثلا یه داروی بی‌حس کننده موضعیه که ممکنه مثلا توی یه جراحی سرپایی کوچیکی که گروه های پزشکی تو مطب هم انجام میدن اونجوری میخواد مصرف بشه، آیا مثلا تو مراکز دیالیزی به فرض که خب مسائل خودش داره، داروخونه های شهری، داروخونه های بیمارستانی، یا مثلا جاهایی هستش که حالا فقط OTC دراگ دارن مثل سوپرمارکت ها و اینها، که خب اینا البته بیشتر در خارج از کشور هست، ولی اینجا ما میبینیم یه وقتایی توی سوپرمارکت ها، البته خارجی ها شما هم بیشتر میبینم اجازه داخلی رو دارم، مثلا ویتامین C و این مکمل ها و اینا رو میبینیم دیگه دارن. یا فرض بفرمایید که داروخونه های تخصصی میخواد بره، یا حتی اصلا میخواد نه بره توی دارویی هستش که میخوایم مثلا میخواد بره تو خونه مریض و به هر حال به نوعی به منزل مریض راهیابی پیدا میکنه. بعضیا نه، مثلا ممکنه که حتما طوری باشه که بیمار در مطب و بیمارستان مصرف بکنه، ولی بعضیا نه، که حالا اونا که میره خونه از OTC بگیرین تا مثلا انسولینی که خب خیلی پیچیدگی های بیشتری داره، یا مثلا بعضی از داروهای دیگه که ممکنه که تزریقش هم اجازه بدیم به بیمار که توی خونه انجام بده. و یک سری محیط فاکتورهایی هستن که ساب انوایرمنتال هستن، و مثلا فرض بفرمایید حالا اگر میخواد بره تو بیمارستان، من قبلا شناسایی بکنم که داروی من آیا مثلا تو کدوم بخش بیمارستان میخواد بره. میخواد بره تو اتاق عمل، میخواد بره مثلا توی دپارتمان های امرجنسی، میخواد بره تو که به اصطلاح جاهایی که کریتیکال کیر فسیلیتی هستن، یا مثلا میخواد بره تو کلینیک های سرپایی مصرف بشه، چون هر کدوم از اینها مسائل خاص خودش رو داره. شما مثلا میدونید تو بخش های اورژانس احتمال مدیکیشن ارور بالاست دیگه، به خاطر اون سرعت عملی که دارن، داروهایی که مصرف میشه حساس تر هستن. درست میگم؟ پس شما باید مثلا، و خیلی کار شده روی این که مدیکیشن ارورها توی بخش اورژانس مثلا چطوری هن. تو اتاق عمل مثلا همین شکل، یه سری بخشا مثلا ماهیت دارومون ممکنه یه جوری باشه که کمتر عوارض ایجاد بکنه، مثلا فرض بفرمایید ما اون موقع ها بررسی میکردیم به بخشایی که آنتیبیوتیک مثلا داره مصرف میکنه، عوارض خیلی بیشتر بود تا مثلا فرض بفرمایید یه بخش ارتوپدی بفرض. یعنی اینا به نسبت کنار هم دیگه قرار بگیرن، هر کدوم ممکنه مسائل خاص خودشون داشته باشن، فراوانی خاص خودشون رو داشته باشن. و یک سری فاکتورها هم برمیگرده که فرض بفرمایید که ما چه دستگاه‌هایی اونجایی که دارومون داره مصرف میشه مرتبط با دارومون هست. مثلا دارومون ممکنه که با یه پمپی انفوزیون بشه که اگه اون پمپ ها مشکل داشته باشن اسم بدنامیش بمونه برای داروی ما، خب با تجهیزات خاصی بخوان مصرفشن، یا ابزار خاصی توی اون محیط وجود داشته باشه، نرم افزارهای کامپیوتری مثلا وجود داشته باشن، تأثیر گذار باشن تو محاسبات، حتی نور پردازی اون محیط که داروی ما داره مصرف میشه اگه نور کم باشه زیاد باشه، سیاست گذاری هایی که توی اون محیطی که در واقع داروی ما قرار مصرف بشه انجام میشه. طبیعتاً شما اگر داروتون رو جایی بفرستین که بدونین سیاست‌گذاری های دقیقی دارن، گایدلاین هایی دارن برای مصرف دارو، چکینگ های خیلی حساب شده ای دارن، یه جور دیگه ممکنه حساب بکنین تا جایی که فکر کنین که پالیسی خاصی اصلا ندارن، و استانداردها و فرایندهایی که برای در واقع به صورت حرفه افراد به صورت حرفه تدوین شده یا مورد استفاده قرار میگیره در اون محیط ها یا نه. خب ببینید در رابطه
با اند یوزر، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما بعد اینها رو گفتیم، فاکتورهای کاگنیتیو و اینها فاکتورهای انسانی رو یادتون اسلاید اول گفتیم تو راهنما گفته که مد نظر قرار بدیم، ببینیم که چه جوری بعد اینها رو بشناسیم و به عنوان مثال چه فاکتورهایی دخیل میشه در شناسایی اینها. و گاهی اوقات هم ممکنه که ما چند تا گروه داشته باشیم که دارومون رو دارن مصرف میکنن، فقط یه گروه نباشه. مثلا اینکه باید ببینیم که آیا از نظر سنی فراوردهای ما گستردگیش مصرفش به چه صورت هستش. آیا فراورده من رو به فرض فقط میخوان کودکان مصرف بکنن، فقط سالمندان میخوان مصرف بکنن، یا نه مثلا همه میتونن مصرف بکنن، یا اصلا مثلا کودکان نباید مصرف بکنن، مخصوص بزرگسالانه. این پس اهمیت داره، رنج سنیشون، حتی اینکه چقدر آموزش دیده هستند گروهی که ما باهاشون سر و کار دادیم، چقدر مثلا ممکنه educated باشن، چقدر experience داشته باشن، تجربه داشته باشن در رابطه با مصرف دارو، و چقدر در واقع ترینینگ داشتن در رابطه با مصرف دارومون یا نه. من الان یادم افتاد به یه مثالی که استاد دکتر غلامی میزدن سر کلاس ها، نمیدونم این دفعه برای شما گفتن یا نه، ولی اون مثالی که میفرمند که توی امریکا دارخونه که بودن، یه خانم جوونی، یه مادر جوونه مثلا 18-19 ساله میاد و برای تب بچه ظاهرن شیاف براش پرسکرایب شده بوده نوزاد که داشتن، و مثلا میگیره شیاف رو میبره و بعد مراجعه میکنن، دوباره میگن که من هر وقت که میخوام این شیاف رو بذارم بچه جیغش میره به هوا و اینا نمیتونم بذارم، که استاد میگن که من گفتم بیارین بچه رو ببینم چی کار میکنین، براتون تعریف کردن حالا، و میگن که وقتی که آوردن گفت دیدم که اصلا نمیدونه که مثلا باید پوست اینو باز کنه، جلدش رو باز کنه، خود شیاف داخلش رو بذاره. خب حالا ما مثلا پیش خودمون میگیم که مثلا برشون توضیح دادن که بابا این مثلا دارو بعد از اون تو درمیانی میخواستن با خود جلد بذارن شیاف، خب طبیعتا بچه چیقش میرفته هوا. پس ببینید واقعا یه چیزایی که برای ما واضح و مبرهنه و فکر میکنیم ای بابا این که چیزی نیست که آخه مگه میشه کسی ندونه، ولی میگه ایژوکیشنش رو نگاه کن و اینکه واقعا اکسپریانس، خب تجربه نداره، یه دختر 18-19 ساله صاحب فرزند شده، تا حالا شیاف به عمرش ندیده، خب واقعا نمیدونه. پس شاید یه همچین چیزی رو هم باید براش توضیح داد که چی شکلی مثلا میخوای توضیح بده، بگی اینو در بیار مثلا از داخلش اینجا کارو بکن. پس این که میگیم این نکات رو بعد، یعنی اینا از کجا برگشته تو گایدلاین ها؟ از یک چنین گزارش های این شکلی برگشته که اتفاق میفته. حالا دوستان اگر توی داروخونه ها تشریف داشتن شاید مثلا خیلی نمونه ها داشته باشین از شبیه اینها بخواین مثال بزنین و تو ذهنتون داشته باشین، ولی واقعا این قضیه مهمه که ما آدمایی که دارومون رو میخوان مصرف بکنن ببینیم چه رنجی دارن مصرف میکنن و چقدر ممکنه تجربه داشته باشن یا بی تجربه باشن. به همین ترتیب یه اینستیتوت آف مدیسین هم یه گزارشی رو، Institute for Safe Medication Practices، از میخوام ISMP، یه ریپورتی رو اومد نوشت که در واقع اومده بودن 300 تا پرنت رو تحت نظر قرار داده بودن که ببینن وقتی میخوان که دوسج اورال مدیکیشن رو برای فرزندانشون تهیه بکنن چه شکلی تهیهش میکنن، و آیا دقیقا اون رو مثلا این شربت ها و اینها رو که میخوان بریزن توی یه فرض بفرمایید قاشق، ما میگیم قاشق چای و قاشق مربا خوری و قاشق نمیان غذا خوری و فلان و اینا، یا حالا کپ هایی که وجود داره، این رو اومدن ببینن که چه شکلی میان، یا مثلا قطره هایی که وجود داره بررسی کردن و دیدن که خیلی اشکالات زیادی وجود داره و خیلی درصد بالایی در واقع دوز صحیح رو آخرش به بچه نمیرسونن. حتی این که مثلا این رو خطش رو بگیرن مقابل چشمشون، یا اینکه خب حالا اینجا میدونید ما که میگیم مثلا قاشق و اینها توصیه بکنیم مثلا یه اندازه نیستن، مسائل از این دست، و اینکه چجوری باید این نکاتی رو رعایت بکنن که بچه واقعا کم و زیاد نشه دوزی که داره دریافت میکنه. به
همین ترتیب یکی از مسائل دیگه‌ای که اشتباهاتی که اتفاق میفته سرنگ‌های خوراکی، یعنی سرنگ‌هایی که میان درش فرآورد خوراکی رو برای بچه تنظیم میکنن، احتمالاً دوستان شنیده باشین که خیلی وقتا اینها فاجعه آفرین هستش. ما هم در کشور خودمون گزارش داشتیم، هم در مثلا حالا این گزارشی که گذاشتم مال همین گزارشات ISMP و FDA و اینها بود که واقعا اومده بودن حتی مثلا فرض فرمایید برای تزریقای پرنترال بوده، آماده میکنه یه پرستار فراورده رو برای خوراکی در واقع آماده میکنه، ولی پرستار بعدی که میاد چون هم به اصطلاح دو تا لاین داشته، هم لاین تزریق داشته هم لاین انترال تیوب داشته که در واقع خوراکی برش مصرف بشه، اشتباهی میاد اون رو که برای خوراکی گذاشته بوده پرستار قبل آماده کرده تزریق میکنه و خب این خیلی خودش میتونه فاجعه آفرین باشه. خیلی ما اون موقع ها بحث این بودش که سرنگ های مخصوص خوراکی کودکان رو آماده بکنیم که اصلا نشه در واقع این رو به ست تزریق وز کرد و باش تزریق انجام داد. الان نمیدونم چقدر این دیگه رایج شد یا نه، خبرشو ندارم، اگه دوستان میدونن به من بگن خوبه، ولی یه زمان خیلی بحث بود چون اشتباه با این قضیه زیاد میفته. خب یه مسئله دیگه که وجود داره این هستش که کامپلکسیتی پروداکت ما به چه صورت هستش. شما عزیزان بهتر از من میدونید، مطمئنم بعضی از دوستان داروهایی رو باش سر و کار دارید که میدونید یه جوری یه پیچیدگی هایی دارن، مثلا فرض بفرمایید که بعد چند مرحله رو بریم تا بتونیم اینو دلیور بکنیم به بیمار، یا اینکه مثلا اند یوزرمون چند تا کار باید روی این فرآورد برای آماده سازیش انجام بده که لازم هست که یه ترینینگ خاصی به بیمار بدیم. دارین از این مثال ها دوستان توی فرآورد که باش سر کار دارین؟ خانم دکتر قیاسی فرمودن که خیر، بله. کسی از دوستان هستن که بتونن یه مثالی داشته باشن؟ میخوام مثال خودتون باشه که ببینیم. بله آقای دکتر، من میکروفونتون رو فعال کنم آقای دکتر، اگه لطف بفرمایید یه توضیح بر دوستان بدین که با اجازتون من شما رو فعال میکنم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. شما و همکاران مرسی، ممنون بابت زحمت هایی که امروز هم کشیدین. خواهش میکنم. فرآورده ای داریم در این فرم کاشتنیه، یکی از این جنرال آنتاگونیست ها آگونیست ها هستش که بسید کاشتنی استفاده میشه. یه سرنگی داره که داره کاشتنی در این داخل یه سرنگ آماده تزریق. خب اگر آموزش کافی در این کسی که میخواد تزریق کنه نایده باشه، اصلا خیلی اصلا باعث میشه که درست کاشتنی در محلی که باید قرار بگیره قرار نگیره و به همون خاطر مثل فیلم های آموزشی درست کردیم و باز کنار فرآورده چیز کردیم که هماهنگ کردیم که برن یه جای خاصی که در حقیقت اون پرستار آموزش و تزریق این فرآورده رو دیده تزریق انجام بشه. درسته. بله. پس اوایل خیلی مورد پیش می اومد که فرآورده رو اشتباه استفاده میکرد، فکرن اشکال از فرآورده است و شکایت و در حقیقت مشکلاتی بود که حالا یا باید جایگزین میکردی یا در صورت مشکل ایجاد میکرد برای بیمار. درسته. بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر. همچون که آقای دکتر اشاره فرمودن، واقعا اگر که از ابتدا ما این رو نبینیم و پیشبینی نکنیم، مشکلی که پیش میاد همچون که دکتر فرمودن شکایات میاد که فکر میکنن فرآورده ما مشکل داره، در حالی که نحوه استفاده بوده که مشکل داشته. پس این رو
مواردی هست که تو گایدلاین میگه از اول بیایم نگاه کنیم ببینیم که آیا کامپلکسیتی خاصی پرورده ما داره که بخوایم بهش توجه کنیم. مثلا خانم دکتر مهرابی فرمودن که سوسپانسیون های آنتیبیوتیک بر بچه ها هستش، این هم مثال خوبی میتونه باشه. مثلا خیلی از والدین واقعا تو تهیه سوسپانسیون مشکل دارن و نمیدونن مثلا چه شکلی آب بهش اضافه بکنن، چه شکلی تهیهش بکنن. خانم دکتر سفید پی اشاره فرمودن نوبولایزر هایی که دارن. خانم دکتر توضیح میخواین بفرمایید که من فعال کنم میکروفونتون رو؟ خانم دکتر سفید پی من میکروفون خانم دکتر سفیدپی رو فعال کردم، بفرمایید خانم دکتر. سلام. بله، ما یه سری پرورده های سنشاقی که داریم با دیوایس های نبولایزر در ارائه میشن، مثلا بود کد رسپیو، و یکی از مشکلات همیشه وجود داره نحوه استفاده از این در از دیوایس ها هستش که اینا خب حساسیت خودشونو دارن، یه جایی باید آب ریخته بشه از اون طرف، یعنی به حالتی آب ریخته میشه، بعد از اون فیلترهایی داره که اینا خیلی حساسن و اگر که مثلا مریض درست نتونه استفاده کنه اینا سریع آسیب میبینن و بعد این فیلتر دارو از اون به راحتی رد نمیشه. برای همین هم ما خب خیلی شکایت همیشه راجع به این موضوع داشتیم که این بیمار میگفت دستگاه کار نمیکنه فرضاً، یا اینکه من هر چقدر که منتظر میشم این کار عمل نمیکنه، در حالی که مشکل اصلی مشکل عدم اطلاع کافی بیمار در مورد نحوه استفاده از دستگاه بود. و خب ما خیلی سعی کردیم هم درس مدرپ ها رو آموزش بدیم، سعی کردیم اونها رو توی داروخانه ها بفرستیم، داروساز ها رو اونجا به قول من ترین کنن، ولی این یه کاری بود که ما تونستیم انجام بدیم. یا بیمار چندین بار مراجعه میکرد به خود آفیس شرکت و ما اونجا دوباره براش چک میکردیم. خیلی وقتا خب دیوایس اصلا خراب کرده بود بیمار، دیگه نمیشد براش جایگزین میکردیم. ولی منظور اینه که یه بخش بزرگی از این همین که شما فرمودینه به آموزش برمیگرده، و اون وقتی که اون کرگیور حالا میخواد پرستار باشه یا داروساز باشه برای بیمار میذاره تا این رو بهش به طور کامل ترین کنه براش. ترین کنه، بله دقیقا. خیلی ممنون از لطفتون، خوبه که دوستان مثال های خودشون رو که میزنن قضیه برامون بازتر میشه. مثلا دکتر زندی اشاره فرمودن به محلول های ORS که ممکنه به اصطلاح مشکل داشته باشن افراد توی تنظیمش و آماده سازیش، و همونطور که خانم دکتر و دکتر اشاره فرمودن کارهایی میشه انجام داد مثل آموزش، مثل تهیه فیلم. حالا اینجا من باز چند تا براتون فیلم هایی که FDA تهیه کرده از این مشکلات نشون خواهم داد. ببینید مثلا یه فیلم های 1 دقیقه 2 دقیقه‌ای که دکتر احدی هم فرمودن مثلا تهیه کردن چقدر میتونه مؤثر باشه برای اینکه در واقع این اشتباهات رو جلوگیری بکنیم ازش. خب، یا اینکه حالا اگر کریتیکال تسک هایی وجود داره که فرد باید انجام بده، حالا در قالب اون کارهای پیچیده‌ای که باید باشه اینها رو مشخص بکنیم. یه نکته مهم دیگه که هست که تو گایدلاین میگه این هستش که ما ویژگی های اند یوزرمون رو که روی توانایی هیچ برای مصرف دارو میتونه تاثیرگذار باشه شناسایی بکنیم. مثلا اینکه واقعا ببینیم توان جسمیش چجوریه برای تهیه در واقع آماده سازی داروش. مثلا حتی میبینین بعضی وقتا قرص ما شکستن قرصمون دو نیم کردنش برای بعضی از افراد که مثلا ضعف عضلانی دارن، حالا سالمندن یا هرچی، واقعا مشکل هست. یا فرض بفرمایید که از نظر بینایی ممکنه که اون گروهی که داروی ما دستشون میرسه مشکلات بینایی داشته باشن و نتونن درست دارو رو بخونن، دارو رو تشخیص بدن شکلش رو، لازم باشه که ما درشترش بکنیم یا به هر حال یه کارهای دیگه. من یادمه که حتی برای نابینایان هم بعضی جاها گفته میشه که تدابیری دیده شده. سر کار داشتید با این قضیه دوستان که مثلا به اصطلاح چجوری اینا رو بولد کنن و اینها که بتونن بخونن روی دارو رو؟
جدام دوستان. بله خانم دکتر هاشمی اشاره فرمودن، خانم دکتر سفیدپی. بله بله دقیقا خانم دکتر بالا نجاتم درست میفرمن. خب پس اینها حتی میتونه دقیقا بله بله که در واقع ویژه افراد، این افراد به این شکل دارهای اکتوبر داره، درست؟ حالا من دقت نکرده بودم. خانم دکتر، خانم سجادیان میخوان یه توضیحی بفرمایین چه جوری هست؟ من میکروفونتون رو فعال میکنم که چه جوریه و برای کدوم داروهاتون، یا حالا همه داروهاتون این کار کردین یا برای داروهای خاصی این کار رو کردین؟ اگه میکروفون خانم سجادیان رو من فعال کردم، اگه خودتونم فعال بفرمایید از اون طرف، چون الان صداتون رو نداریم. بله بله. خب فکر کنم ظاهرا میکروفون خانم سجادیان می‌خواستم توضیح بدن، ببینیم که دقیقا چه شکلی همه داروهاشون داروهای خاصیه که متاسفانه ظاهرن. بله خوارزمی برای داروهای آنکولوژیتون. خانم دکتر قلی نجات فرمودن من یه بار فعال کنم خانم دکتر قلی نجات رو ببینم میتونیم صداشون داشته باشیم، یه توضیح بفرمن. ظاهرن نشد بازم. خب فکر کنم پس حالا به همین اطلاعات قناعت کنیم تا بعدا فرصتی پیش بیاد که از دوستان بیشتر بشنویم. یا حتی حافظه ی افراد، این مرحله استیتی از بیماری که درش قرار دارن و داروی ما رو دارن. چون بیدونید مثلا داروی ما ممکنه توی یه وضعیت خاصی از یه بیماری، یه استیجای خاصی از بیماری بخواد مصرف بشه و بعد ببینیم مریضی که تو اون استیج قرار گرفته واقعا چه توانمندیایی داره، و یا حتی اینکه بیمار من چقدر توانایی بلع داره. مثلا من خودم بعضی از این کپسولایی رو که به هر حال میدونیم اینا که برای مکمل هستن به نوعی برای پوکی استخوان و اینها مصرف دارن، خیلی هم مصرفش تو سالمندان هست دیگه، واقعا انقدر بزرگیه که من خودم میترسم حتی نصفش رو قورت بدم، میترسم گیر کنه تو گلوم. خود بعد فکر میکنم اینو مثلا یه سالمن چجوری میخواد قورت بده که مشکل بل داشته باشه. حالا اگر مثلا مشکلاتی تو ساخت هست نمیدونم، ولی باید به این چیزا فکر بشه. بله خانم دکتر سفیدپی من میکروفونتون رو فعال میکنم، شما بفرمایید. ببخشید من این میخواستم در این زمینه یه صحبت داشته باشم، حالا به قول خانم دکتر فهیمی میگه یه خاطره بگم یا حالا من فکر میکنم مثلا برای سالمندان یا کسانی که داروهای زیادی ها در طول روز یا ماه دارن مصرف میکنن، این جعبه های قرص خیلی اهمیت داره. معمولا خودشون میخرن و حالا جایگزین میکنن، در حالی که به نظر من اگه توی داروخانه خود داروساز وقت بذاره و اینها رو برای اینها بچینه و هر ماه بهشون بده، این خیلی میتونه جذاب باشه و میتونه خیلی بهشون کمک کنه. من یه مدتی رو کانادا زندگی کردم و اونجا داروخانه کار میکردم، به علاوه اینکه این کار رو میکردم اصلا دلیور میکردم در خونه سالمندان. خیلی جالب، چون تو سیستم کامپیوتری تمام نسخه بیمار رو داشتم، میدونستم باید در ما چه داروهایی بگیره. یک مدل هایی هم بودش که اینها توی حالت بلیستر مانندی که خود دستگاه اونجا تهیه میکرد میرفت و پشت اینها این استیکری که میخورد دقیقا اطلاعاتش نوشته میشد. اون بخش بریلی هم که گفتیم برای نابینایان کمبینایان امکانش وجود داشت که نصب شه. خب ما متاسفانه اینو نداریم الان تو ایران و من امیدوارم که به زودی داشته باشیم، ولی پیل باکس به نظرم خیلی کمک میکنه. یعنی جدا اون را شما نصب میکردید اون بریلو؟ بله، یعنی ببینید بله دستگاه تو خود داروخانه دو تا بخش داشت. یه بخش اون بلیستر زیرش بود که یعنی فضا داشت که ما میتونستیم قرص رو بچینیم روش. بعد از اون برنامه کامپیوتری دقیقاً برنامه بیمار رو میامد پشت اون نصب، یعنی خودش پرینت میکرد. حالا میتونست بریل پرینت کنه یا به صورت
پرینت کنه و بعد خود این پشت این که میچسبید معلوم بود که مالا چه روزیه هر کدوم اینها، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، و بیمار به همون نسبت باز میکرد و تمام داروهایی که اون تو بود و مصرف میکرد. دیگه لازم نبود که دونه دونه اینا رو جدا کنید، 20 دوز نمیشد اینجا. درسته، بله. خیلی ممنون از توضیحی که دارید دادین، خیلی خوب بود. متشکرم خانم دکتر. خیلی خب، پس ببینین که در واقع این کارها رو میشه انجام داد واقعا برای اینکه ارورها پایین بیاد، یا اینکه مثلا اینکه در واقع اون پزشک، پرستار، تکنسین، کرگیور، بیمار چقدر نالجبل هست راجع به نحوه مصرف دارو و مسائلی که دارومون داره، عوارضی که داره، چه درکی از نحوه مصرف دارو داره، که اینجا حتی توصیه میشه که ما مدیکیشن گاید درست بکنیم برای بیماران در صورتی که نیاز باشه، چیزی که اینجا خیلی کم داریم. درسته، خیلی کم پیش میاد که واقعا اطلاعات مکتوبی ما دست بیمار بدیم و اصلا بیماران ما عادت داشته باشن که بخونن، یعنی در واقع یه چیزی دستشون داده بشه و اینا رو بخوایم که راجعش چیزی بدونن. حالا یه مورد مدیکیشن گاید رو من اینجا راجع به ویویترول هستش بذارم خدمتتون یه نگاهی بهش بندازیم. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید که مدیکیشن گاید رو داریم برای ویویترول که نمون ناتراکسون هستش و سرتیتراش رو فقط یه نگاهی با هم میکنیم. What is the most important information I should know about ویویترول؟ خب و اول به بسم الله شروع کرده که در واقع چه ساید افکت هایی میتونه داشته باشه، مثلا اووردوزش رو مثال زده، بعد نمیدونم در محل تزریق چه چیزایی میتونه داشته باشه. آیا تا به حال شما مدیکیشن گاید برای فرورده هاتون تهیه کردین یا به طور روتین انجام میدین، یا اینکه بعد داروهای خاصی انجام دادین که در اختیار بیمار قرار بدین؟ بله خانم دکتر لوالی، من میکروفونتون رو فعال میکنم، بفرمایید خانم دکتر. خانم دکتر خسته نباشید. مرسی، شما هم همینطور، بفرمایید خانم دکتر در خدمت. ما مدیکیشن گاید برای بیمارانمون که حالا هنوز یه دونه البته در دست اقدام داریم که برای داروی خوراکیمون هستش، به خاطر اینکه داروی پالبوکب 7 روز بیمار آف داره. بله بله. جزوه حالا هم در واقع یه جوری مثل ریسک مینیمایزیشن هستش که ما یه مقدار کم بکنیم این مدیکیشن ارور رو که بیمار بخواد طولانی مدت اینو بدون قطع کردن استفاده بکنه. اما چیزی که در حال حاضر آماده کردیم یه دونه در واقع دراپ کارت برای پرستارا هست برای آماده سازی داروی پکلیناب، به خاطر اینکه پر از مدیکیشن ارور این در واقع این دارو، یعنی هم دارو به صورت اشتباه ممکنه که حل بشه هم به صورت اشتباه در واقع رقیق بشه، به خاطر اینکه حالا توی داروهای شیمی درمانی بیشتر داروها رو پرستارا عادت دارن توی سرومای 500 سی سی میزنن و این داروی ما نیازی به رقیق سازی اصلا نداره، بعد همونطوری برای همین دراپ کارتی آماده کردیم و به همراه یه فیلم آموزشی که تا جایی که میتونیم حالا این مدیکیشن ارور رو در واقع کم بکنیم. خیلی هم عالی، ممنون خانم دکتر، خیلی لطف کردین که تجربتون در اختیار ما قرار دادین. مرسی خانم دکتر هاشمی. فهمیدن که از بروشورها به تنهایی برای بیمار نمیتوان استفاده کرد. خب بروشورها خانم دکتر میدونین که اولا که بروشوری که برای بیمار استفاده میشه برای بعد متفاوت باشه از اون چیزی که برای گروه پزشکیه. اینجا به هر حال اونجایی که بیمار داره میگیره دارو را از داروخونه که میدونیم سرنوشت بروشورها چجوری هستش و خیلی وقتا دست بیمار نمیرسه یا اصلا بیمارا عادت به خوندنش ندارن و اینها، ولی مدیکیشن گاید یه مقدار تخصصی تر داره روی قضیه کار میکنه.
خب یعنی اومده معمولاً یه مشکلی با دارو دیده که یعنی یا پیش بینی کرده یا به نظرش میاد که باید تاکید بیشتری داشته باشه و حتما این رو دست بیمار برسونه و این نکات رو ذکر بکنه که بیمار حواسش بیشتر از این باشه که بخواد در واقع فقط بروشور رو آیا بخونه آیا نخونه. بحث مدیکیشن گاید الان اینجوریه، مثلا شما تو سایت FDA اگر عضو باشین هر به صلاح چند وقتی میبینید که برای یکی از فرورده هاشون که مهم میدونن در این زمینه یه مدیکیشن گاید مینویسن که حالا باز اگه بشه میریم تو سایتش با هم دیگه نگاه میکنیم. خانم دکتر، خانم سجادیان، خواهش میکنم، هیچ مشکلی نیستش، انشالله دوباره توی حالا شاید بعد از ظهر بیشتر فرصت بحث داشته باشیم برگردیم به اون قضیه. خب پس برگردیم به اسلایدامون. پس ویژگی های بیمار رو مانوف دادیم روش، مهارت های خاصی که لازمه، مثلا انوکساپارین ممکنه که تزریقش به بیمار، یادم اون موقع بحث تزریق در واقع آموزشش تزریقش نوع خاصی باید داشته باشه، احتیاطات خاصی رعایت بشه. خانده تو باشه میفرمیدن که باید اطلاعات SPC رو داشته باشه. خانم دکتر ببینید، برای مدیکیشن گاید SPC خب به هر حال اطلاعات جامعی هستش که داریم راجع به فرآورده، ولی مدیکیشن گاید ممکنه که یه مقدار فوکوس بیشتری شما بکنید راجع به اون اطلاعاتی که الان به نظرتون میاد که باید بیمارتون برای اینکه مشکلی براش با دارو پیش نیاد رعایت بکنه. مثلا نحوه تزریقش نکته‌ای دیدین، عوارضش رو اگر بیمار مطلع باشه ازش سریع‌تر میشه جلوش گرفت، خب یه عوارض خاصیش رو توی اون گایده بیشتر روی اینها فوکوس میکنن. اگرم ممکنه که مثلا یه گستره ای از عوارض رو لازم باشه که توضیح بدید که مثل SPC میشه، ولی خب SPC رو به هر حال ما برای بیمار ننوشتیم دیگه، یه خود وردینگمون فرق میکنه، آیتماش یه مقدار متفاوت هست. برای مدیکیشن گاید چون میخواد برسه دست بیمار کاملا میگیم که به زبون خودش توضیح میدیم، بعد میگیم که این دارو چی هست، به زبون خودش توضیح میدیم که دارو چیه، به زبون خودش توضیح میدیم چه عوارضی ممکنه داشته باشه و به زبون خود بیمار میگیم که چه کار بکنه باهاش. این شکلیه. خب دکتر دامن کشیده فرمودن که خواهش میکنم خواهد بیتاشم برای داره روژین هم پیشنت گاید دارند. بله خیلی عالی. اگر دوستانی هستن که میخوان توضیحی بدن راجع به چیزایی که می‌نویسن دستشون رو بالا ببرن که من میکروفونشون. بله خب دکتر دامن کشیده رو فعال کردیم، بعدش میریم سراغ خانم سجادیان. سلام، روز همگی بخیر، خسته نباشید. ممنون شما. من فقط به خاطر این میخواستم توضیح بدم خدمتتون، چون داروهایی که مثل داروهای PKU مریضا اکثرا بچه هستند و دوزها بر اساس وزن بدن داده میشه، این تقسیم و اندازه‌گیری میزان دوز اکثرا ایجاد اشکال میکنه، مشکل ایجاد میکنه برای خانواده ها. و یکی از مشکلات دیگه شون حالا اینکه دارو بدمزه هست و باید حل بکنن و خانواده فکر میکنن تو هر چیزی میشه حلش کرد، آب میوه میریزن و برای اینکه بچه بتونه بخوره. برای همین ما مجبور شدیم که برای گایدلاین درست کنیم، پیشنت گاید درست کنیم که بگیم آقا نمیشه که دقیقا مثلا اینو تو مرکبات بریز، آب مرکبات باید مثلا از آب سیب استفاده کنیم یا وزن به چه صورت باید تقسیم دوز انجام بشه. برای همین من مزاحم بقیه شدم. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی توضیحات مفیدی بود، متشکرم. واقعا یکی از مسائل رو خانم دکتر اشاره فرمودن که برای
کودکان خیلی همیشه مسائل خاصی رو باید داشته باشیم و همطور نکات دیگه ای رو که اشاره فرمودن. خب سجادیان رو میکروفونش رو فعال میکنم، بفرمایید. من فعال کردم میکروفونتون رو، نمیدونم ظاهرا فعال میشه ولی میبینم که یادداشت گذاشتین آسنترا. این یکی رو فعال کنیم. آدرس شد فکر کنم. سلام. سلام. من عذرخواهی میکنم. من خواهش میکنم. میتونم یه مشکلی پیدا کرد. من با یه لپتاپ دیگه کلن اومدم. آره شما ببینید با آیدی خارجی نتونستید بیاید. یعنی انگلیسی بود فکر کنم. آیدی فارسی بود. فقط ایران، اصلا کلا ما جای دیگه اینو قبول نداریم. من خیلی عذرخواهی میکنم، ما روی داروهای یاسنالمون و داروی آسنترامون خط بریل داریم. من حقیقتا حالا 100% نمیدونم، ممکنه روی دو سه تا داروی دیگه همون هم داشته باشیم ولی این دوتا رو مطمئنم. بله. بعد حالا ایشالا که یعنی بچه های ادوایزری و بعضی از تیم هامون حالا در دنبالش هستن که روی اکثر داروامون که تو سنای بالا زیاد استفاده میشه حتما بذارن. اینا آره ساخت خودتون هستش دیگه، همینجا میزنید در واقع. بله. خب خیلی هم عالی، زنده باشین. ما برای این برای این گاید هایی هم که فرمودید، برای اینها ما یه سری روی داروی ام اس مون داریم که برای تیم های پرستاری آماده میشه. خب یه لحظه من شما رو ببخشید که اینترابتتون میکنم. صدای منو دارین الان؟ آها درست شد. خب خانم سجادیان چطور؟ من صداشون رو دیگه نداشتم، شما داشتین؟ بذارین من دوباره فعالش. آها داشت، من نداشتم فقط. خانم سجادیان ببخشید، من از اونجا که سوال کردم خودم دیگه نفهمیدم چی شد. اصلا سوالم شدیدین یا نه؟ من عذرخواهی میکنم، من اصلا خودم هم دسترسی میکروفونم قطع شد خانم دکتر، خود به خود عذرخواهی میکنم. هر دو طرفه بوده. خب خواهش میکنم. زنده باشه. من ببخشید که وقت جمع میگیرم. خانم دکتر من کوتاه بگم، ما برای بیماران ام اس مون، هم برای بیماران که حالا تو لول پیشنت هست، هم برای پرستاران، هم برای پزشکان، تو لول‌های مختلف بروشورهایی رو داریم که نحوه تزریق، تظاهرات بالینی، چیزایی که ممکنه خطری داشته باشه و نیاز به مراجعه پزشک داره، جدا از اون بحث پیشنت ساپورتی که داریم که
تماس میگیرن و پیگیری میکنن بچه ها بیمارا رو، بله. ولی جدا از اون اینا هم بهشون داده میشه به صورت همون پیشنت گاید یا مدیکال گاید به پرستارا، پزشکا و بیمارا داده میشه. یه گایدلاینی هم ما یه سری به صورت رپید ریویو درست کردیم روی بیمارای CIS که کلینیکالی ایزولیتد سیندروم بودن، اونم یه گایدلاین چند صفحه خیلی معتبری شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت توسط اساتید. این تجربه کار اکتوور بود که الان من تو اکتوور البته که این چند وقته داشتم، گفتم خدمتتون عرض کنم. ممنونم، خیلی لطف کردید، ممنون از مشارکتتون، خواهش میکنم. بسیار هم عالی، ممنون از دوستان که مشارکت میکنن توی بحث. خب حالا ببینین، فکر میکنین که اینجا چه اتفاقی افتاده با این ژل بنادریل که همون دیفنیدرامین هست؟ باورتون میشه که این رو به جای اینکه تاپیکال استفاده بکنن خورده باشن؟ آفرین. بله، یه چیزی که آدم مثلا فکر با اویه که روشم رشته مثلا ژل. خب پس ببینین که یکی از مسائل خیلی مهمی که ما باید در رابطه با دارومون توجه داشته باشیم و خیلی از این دست به ما گزارش می‌رسید، این اتفاقی بود که در امریکا افتاده بود و FDA براش وارنینگ داد و اینها و فیلم درست کردن. حالا فیلمشو من الان هرچی گشتم تو دم دستگاه کامپیوترم نبود براتون بذارم، ولی هستش به هر حال فیلمش. ببینید، این که شما ممکنه یه فراورده‌ای داشته باشین که قبلاً بیماران ازش ذهنیت یه جور مصرف دیگر رو داشته باشن، یعنی یه فراورده‌های مشابه با همون اسم یا حالا شبیه به اون استفاده می شده، شبیه به فراورده فعلی شما، که مثلا راوت و ادمینستریشنش فرق می کرده. مثل این، چون مثلا دیفنیدرامین برای همه جا افتاده که یه شربت و مثلا میخوریم، خب برای این وقتی میاد یه دفعه بهش ژل دستش میده داروخونه، اسمشو که میبینه، حالا این قوطیش هم شبیه بود واقعا، اول چیزی که به ذهنش میرسه میگه خب اینو باید بخورم، درسته؟ فکر نمی کنه که و اینو مثلا بعد اونجایی که خارش داشته و اینها میمالیده و اشتباه میکنه. این رو ما باید پیشبینی داشته باشیم، یعنی یکی از مسائلی که ما در رابطه با مدیکیشن ارور فرورده هامون باید ببینیم، باید ببینیم که قبلا بیماران ما با فراورده ما یا با این اسم فراورده ما، با شکل فراورده ما یا اشکال و اسامی که مشابه اون بودن چه تجاربی دارن، که اون تجارب اگر اشتباه به فراورده ما تعمیمش بدن مشکل ایجاد میکنه. خب ببینید دوستان، ما توی هم بر پرونده های RMP مون، هم توی پرونده های PSUR مون سکشن داریم برای مدیکیشن ارور، و شما حتما این نیست که مدیکیشن ارور با فراوردتون پیش اومده باشه، گزارشی به شما شده باشه بخواین بیاین برین تو پرونده بنویسین. یه بخش مهمی از کاری که شما میکنید پتانسیل مدیکیشن ارور ها هست که باید در بیارین و بعد بگین براش چه پلنی ریختین و بیارین توی پرونده هاتون. پس اینا رو برای این ما داریم اینجا یکی یکی بازش میکنیم و مثال میزنیم، برای اینه که این ذهنیت رو پیدا بکنیم که چجوری میتونیم پرونده های خوبی داشته باشیم وقتی میخواییم که به رگولاتورمون تحویل بدیم و فکر نکنیم که ما که اطلاعاتی نداریم چی واردش بکنیم. درست شد؟ پس اینجا ما خیلی میتونیم مانور بدیم روی این قضیه. این هم پس یه مثالی روی بنادریل بود که خدمتتون عرض کردم، و باز حالا مثال تو کشور خودمون هم راجع به یک فراورده ای داریم، ولی میز گذاشتیم تو کار گروهیتون، الان نمیگم، باشه بمونه برای تو کار گروهی، اونجا راجع بهش حرف میزنیم. یه مسئله دیگه که باز مهم هست محیط مصرف دارومون هست و اینکه آیا فاکتورهای محیطی چه تأثیری میتونه داشته باشه، مثلا نویز هایی که یه وقتایی ممکنه پمپ هایی استفاده میشن که روی برنامه های کامپیوتریشون مثلا نویز بیفته و اینها تنظیماتشون ممکنه که مشکل ایجاد بکنه، یا مثلا تکنولوژی خاصی لازم باشه همراه باشه،
اینها مواردی هست که گزارشاتی به هر حال از اشکالاتی که مثلا تو اینفیوژن پمپ ها بوده و حتی منجر به مرگ شده در واقع FDA جمع‌آوری کرده و بنابراین این رو اومده چه کار کرده، گزارش کرده که ما میتونیم یک سری از اشتباهات دارویی رو هم تو این زمینه ها شناسایی بکنیم. من این از قبلش توجه داشته باشیم یا اگر اروری اتفاق میفته بعدا برگردیم بخوایم اصلاحش بکنیم. اینکه داروی ما چجوری ذخیره میشه، کنار چه داروهایی ذخیره میشه و اینکه به اصطلاح اون محیطی که داره توش ذخیره سازی انجام میگیره چه ویژگی هایی داره، آیا از فراورده هایی که مشابه فراورده ما هستن ممکنه بیاد بغل دست این چیده بشه یا نه، مسئله هستش که هم میتونیم پیش بینی داشته باشیم هم از گزارش هایی که بعداً دستمون میاد بفهمیم که چه خبره. مثلا یکی از گزارش هایی که FDA توی این قضیه داشته پکیجینگ مشابه انسولین و هپارین بوده که کنار هم قرار میگرفتن و یه کانفیوژن ایجاد میشده، چون ببینید اون لحظه هر چقدر هم بگیم باید بخونی رو اسمش رو، اون لحظه ممکنه یه وقت چشم اشتباه بکنه یا خسته باشیم یه دفعه چیزی رو برداریم جای یه داروی دیگه، بنابراین این اشکالات ممکنه پیش بیاد. پس نحوه ذخیره سازیش رو هم باید دقت داشته باشیم. من ببینم این رو براتون فیلمش رو آپلود کردم، اگه کردم براتون بذارم. فکر کنم این باشه، هپارین و انسولین. البته چرا پخش نمیده، ذخیره نشده، یعنی یه بار دیگه آپلودش میکنیم. آها نمیتونه این تیپ رو پخش کنه متاسفانه. خب میذارم براتون بعدا تو گروه، خودتون نمونه ای از این فیلم ها رو ببینید، اینجا ظاهرا پخش نمیشه. یه مدل، یه مسئله دیگه این هستش که ممکنه که فراورده ما مدل های مختلف دوسیجش مثلا اومده قبلا استفاده شده، مثلا ایمیدیت ریلیز داریم، اکستندد ریلیز داریم. خب قبلا بیماران ما با یه نوع از اینا آشنایی داشتن و این هم خیلی، من خودم اینو به چشم خودم توی داروخونه با دوستم رفتیم که ایشون مثلا میخواست دیکلوفناک بگیره، نمیدونم یه همچین چیزی بود، یه مسکن بود فکر کنم، دیکلوفناک بود اگه اشتباه نکنم، و بعد به جاش در واقع فرم اکستندد دیگه این معمولیشو میخواست و طولانی مدت شده دادن که مثلا یه دونه در روز کافی بود و هیچ توضیحی هم داروخونه براش نداد که اینو نمیخواد سه تا بخوری مثلا مثل اون قبلیه، یه دونه کافیه. و حالا من چون اونجا بودم براش توضیح دادم، ولی بعد فهمیدم که این خودش میتونه منشأ یه ارور باشه دیگه، درسته. و شما میتونید این رو پیش بینی بکنید و روش مانور بدید، حتی یا الرتینگ لتر بدین یا هشداری بدین که این با اون قبلی اشتباه نشه و بنابراین میتونه محلی از به اصطلاح پتانسیل های ایجاد کننده، محل ایجاد کننده پتانسیل برای اشتباه دارویی باشه. یه موقع هایی لازم هست که ما گایدلاین های استبلیش شده قشنگ داشته باشیم برای مصرف دارومون و شما از من بهتر میدونید که چجوری باید مصرف بشه، تو چه اندیکاسیون های مصرف بشه، داروی ما اونقدر حساس و مهم و اونقدر جورای مختلف مصرف میشه که لازمه یه گایدلاین استاندارد بدیم. و خود گایدلاین نوشتن هم میدونید دیگه یه اصلا خودش یه مدل تحقیقاتیه و برای بعضی از فرورده ها طبق اصولی درست میشه و به اصطلاح منتشر میشه. حالا روز مطالعات هم یه ذره به این مسئله اشاره میکنیم. اینجا نگاه بکنیم ببینیم که گزارش هایی که مشکلاتی که به صورت معمول با فرم های مختلف اشکال دارویی ممکنه که ارور ایجاد بکنه چه مسائلی هستن. مثلا برای سالید اورال دوسج فرم ها این که استرینگ های مختلفی داشته باشن محل ایجاد ارور میتونه باشه، این که مثلا شبیه آب نبات و شبیه چیز غیر دارو به نظر بیان اشتباهی به جای اون خورده بشه،
سایزش، پوششش، نمیدونم سختی و اون شکنندگی قرص گفتیم برای همه گروه ها به هر حال ممکنه که بعد دقت بکنیم مناسب باشه، یا اینکه اصلا یه دفعه بعضی ها رو میاد بشکنی خورد میشه و درست دوزشش در واقع تنظیم نمیشه. اسکورینگ تبلت ها میدونید خیلی مهم هستش. اگر قرصی لازم نیست که تقسیم بشه اصلا اسکوردش نباید بکنیم. اگر قرار هستش که در دوزش های مصرف بشه که نصف اون یک چهارم این هستش، پس یه جوری باشه که اون گروهی که میخوان اون رو مصرف بکنن توانمندی اون شکستن اون رو داشته باشن. باز از این دستم من تجربه داشتم، هر کاری میکنی شکسته نمیشه، با اون همون اسکورت تفشم حتی با این تیغه های قرص خورد کنم واقعا سخت میشکنه. از اینها دقت باید بکنیم، اینکه اکستندد دیلی ریلیز باشه فراوردمون. برای مثلا سیستم های ترانسدرمال اینکه چجوری داره هندل میشه، چون میدونید بالاخره توسط بیمار، توسط گروه پزشکی کیگیور اینها ممکنه یه سری صدمه هایی به اون افراد برسونه و این خودش مدیکیشن ارور دیگه، پس این رو باید دقت بکنیم. بعد برای این فرورده های اینتراونوس معمولا میگه سعی کنیم که یه جوری نباشه که بخواد مراحل پیچیده ای داشته باشه، چند تا مرحله داشته باشه، و اینکه معمولا چون اینها رو مثلا با اون رقیق کنندش ممکنه جدا بچینن، یکم سخت بکنه کار رو، حتی امکان تا اونجایی که میشه یه جوری آسان تر بکنیم. یک سری مشکل های برای فرورده های تزریقی داریم با اون کانتینرش، حالا از ویال، باتل، آمپول، تیوب یا هر چیزی که در واقع ایمیدیت یونیت هستش دیگه، داره فروردهمون رو پوشش میده، یا کلوجرش مثلا کپ، استاپر، سیل یا هر چیزی هستش. اینها حتما باید یک سری مسائل خودش رو بهش دقت داشته باشیم که ایجاد مثلا اینکه فرورده هایی که ما داریم باشون سر کار داریم نباید طوری پکیج بشن که ادمینستریشن یه جور ادمینستریشن دیگه ای رو تداعی بکنه برای ما، که ما از این مثلا حتی مورد مرگ داشتیم. مثلا زینک سولفات در به صورت ترکیبی شد و متاسفانه ما یه مورد مرگ داشتیم از این که برای بچه 4 ساله ترکیبی نوشته بودن و بعد وقتی که این رو اومده بودن ساختنی، در واقع ساختنی بسازن توی داروخونه، رفته بودن توی این ظروف حالا به اصطلاح میگیم سروم یا ظروف حاوی محلول های تزریقی و تو اون تهیه شده بود. حالا این که چقدر توضیح برای بیمار توسط پزشک و داروساز داده شده بود که پدر بیمار البته بچه که پدر بچه که آیا این خوراکی هست، حتما تاکید شده بود که حواسش باشه یا نه واقعا نمیدونم، ولی به اتفاقی که افتاده بود این بود که این رو برده بود درمونگا هم فکر کرده بود توی مثلا ظرف سرم فوری به بچه تزریق کرد و بچه فوت شد. خب به خاطر اینکه اون ظروف تزریق رو برای ما یادآور میکنه، برای میگه این شکلی نیاییم ادمینستر کنیم، این شکلی نیاییم داروهامون رو تعریف بکنیم، چون محل اشتباه میشه و اشتباهات جبران ناپذیری ممکنه باشه اتفاق بیفته. خب این همین مورد بود که براتون خدمتون عرض کردم. یا مثلا کپسول هایی که برای در واقع اینهلیشن هستش، در حالی که ممکنه که بیاد اشتباهاً گزارش هایی بوده واقعا که خورده شده، چون شکل کپسول تداعی بکرده برای بیمار که فکر میکرده بعد اینها رو به جایی که تنفسی استفاده کنه بخوره، و اینها همون شاید مدیکیشن گاید بخواد، شاید توضیحات بیشتر، شاید در واقع الرتینگ لتر بخواد و از این دست مسائل. خب این طبیعتاً یکی از مسائلی هست با داروهای تزریقی خیلی داریم، این که شکلشون و اینها حواسمون باشه، تو رنگای مختلف باشه، حتی الامکان سایزای مختلف باشه، کپشون رنگش متفاوت باشه با هم دیگه. و اینجا این صحبتمون به آخر میرسه.
ممنون از اینکه به این قسمت توجه فرمودید. امیدوارم که یه جمع‌بندی شده باشه اینجا که واقعا ما به عنوان کسانی که تو شرکت ها میخوایم کار بکنیم چه نکاتی رو میتونیم به طور کلی بهش توجه بکنیم که اون پلنای مدیکیشن ارورمون رو بنویسیم. و به هر حال میستیک رو بدونیم اتفاق میفته، اشتباهات اتفاق میفتن. این که میگیم اتفاقات اشتباه میفتن به معنی این نیست که بهش بی تفاوت باشیم، به معنی این هستش که بهش نسبت بهش هوشیار باشیم. ما وقتی که داریم عمل کرد انسانی بدونیم که با میستیک همراه هستش و بنابراین براش برنامه ریزی داشته باشیم، براش حتما اقدامات پیشگیرانه ببینیم و اون قسمتی رو که مربوط به خود ماست تا اونجایی که میتونیم سفت و سختش بکنیم. اگر سوال هست که بفرمایید، حالا یا دستتون رو بالا کنین یا بنویسین برای من، و اگر نیست من یه گایدلاین رو میخوام، یه کرایتریا رو تو این فرصت باقی مونده خدمتتون نشون بدم. منتظر سوالاتتون هستم اگر هست. خیلی خب، بریم سراغ یه معیار برای اینکه، چون ما گفتیم مدیکیشن ارورا چی هستن، موارد قابل پیشگیری هستن، درسته؟ که حجم زیادی رو هم تشکیل میدن. حالا میخواییم مثلا یه معیار داشته باشیم ببینیم که واقعا اگر بخوایم یه چکلیست بذاریم جلوی چشمون ببینیم که چجوری تشخیص بدیم مثلا اتفاقی که افتاده قابل پیشگیری بوده یا نه، یه چکلیست داشته باشیم. این رو من میخوام الان خدمت شما نشون بدم، صفحهشو بیارم. درست پیداش. آیا الزام قانونی برای جلوگیری از بسته‌بندی شبیه به هم وجود دارد؟ آی دکتر، من حالا تا چند سال پیش که با همکاران اونجا تو این زمینه کار می‌کردیم، سعی کردیم اینو یه مقدار جلو ببریم و بخوایم که دستورالعمل‌هایی رو استارتش اون موقع زدیم که بنویسیم، با تجربه که یه سری گایدلاین‌ها رو هم از WHO FDA ما اینا جمع‌آوری کرده بودیم، مشکلاتی که خودمون داشتیم روی این قضیه داشتیم کار میکردیم و با همکاری همکاران اداره یا کل داشتیم به یه جمع‌بندی میرسیدیم، نوشتیم، درفتش رو نوشتیم. حقیقت الان من نمیدونم این بالاخره ابلاغ شد یا نه، چون تا اون موقع که خودم اونجا بودم ابلاغ نشد، ولی میپرسم این رو. بذارید من یادداشت بکنم از خانم دکتر کریمی سوال کنم اینو که ببینم بالاخره این رو ابلاغ کردن یا نه. ابلاغ دستورالعمل شباهت ها فکر کنم یه چیزی ابلاغ شد در دنیا هستش. بله بله در دنیا هست، خیلی سفت و سرسختش هم هست. با این حال با شباهت ها میبینید اتفاق میفته، ولی حداقلش اینی که برای یه سری مواردی که کریتیکال هست اومدن الزام گذاشتن، مثلا پتاسیم کلوراید.